خب به نام خدا، جلسه آخره شروع میکنیم. خب دوستان، از جلسه پیش سوالی دارین؟ از متریکا دیگه چی گفتیم جلسه پیش؟ رگولاریزیشن گفتیم، متریکا رگولاریزیشن. سوالی دارید از جلسه پیش؟ چون امروز من استرد مگنگامه خیلی کم، من استرد خاصی نداریم، دو تا دیتا ست داریم، ما رو میخواییم هم مرسی کنیم و بیشتر کد بزنیم، هم جمعنی کنیم، هم که هرچی سوال دارید از اول، از اولین جلسه بپرسید که مبور بیایم بررسی کنیم. حالا هیچ کی بیگ سوالی نداره، فقط یه سوال ایمیجه که روشنگی شد صفر و صد، صفر با صفر و صفر و یه عدد صفر و ما وقتی به از صفر قبل هیچ نمیده، از صفر بعد رو امدار رو سشته از صفر بعد رو خودش رو پسی بده، برای خودش رو پسی بده. خوابات وزنه ما همش مثبت نیست که، ورودی ما همش مثبته، درسته؟ یعنی صفر یکی چون تقسیم هم نیست هنجا پنجه، ویتون من همش مثبت نیستن که این مثبت رو در رئیس مثبت بشه و مثبت بمونه غیر ما هم رو بره، ویتون ما رندوم این شیار شده، درسته؟ رندوم این شیار شده ممکنه معطی هم باشن، اون رلو کار خودش رو میکنه، ویتون خب کم و زیاد میکنه. حتی اون اسکیلینگ هم گفتم، شما که مثلا اسکیلو شما بگیم این صفر رو بگم، اگه مثلا شبکه احساس بکنه که نیاز داره اعداد و مقدارش رو ببره بالا، خب یه ویت رو میبره بالا، ویت زدن این میشه، این بزرگ میشه. بعد یه فیلم نشون میده مثلا بعضی از نورمان کار نمیکنن، بعضی رو کار کنن محدود شد به همون دراپ هم میومد چی کار میکرد؟ میومد با هر استرایکر یکی رو برمیداشت خاموش میکرد، گفتیم باعث میشه که ریلیشنشیپی که بین چند تا نورون ها پیش بیاد کات بشه و نورون ها به صورت مجزا اینتیپندنسی خودشون رو آپدیت کنن بیان بالا، و سیستم هم جنرالتر میشه چون یه سری از فیچرها هست میشن، بعد روی نورون ها هست میکنیم یه سری از فیچرهای نورون اینا میان تو اون نورونه، بعد در داره صرف میشن کات میشه میمونن اونجا، بعد سیستم هم مجبور میشه با یه مقدار کمی از فیچرها، کم داریم چی رو مهم مداری از میشه خاطر بکنه یا دیگه رو انجام داریم که خب این خودش باعث جنرالیزیشن هم میشه. سوال؟ خب از شد دیگرانات هنوز کار فانکشنه مینیموم نشده، اون مدار اپتیموم نرسیده توی چی؟ دراپ آوت. خب هنوز کار فانکشنه اون مدار مینیمومش نرسیده. یعنی چی این چیزی که میفهمید؟ خب ببینم که از کجا میفهمی که کدوم نرون الان باید مثلا ویتاش اوکی شده، باید نگه داره بقیه رو مثلا نمیفهمه، به صورت رندوم میاد حس میکنه، و چون ما شبکه‌مون رو به تعداد خیلی زیادی داریم ران میگیریم، مثلا تو همین امنیست که ران گرفتیم 60,000 دیتا داشتیم، بک سایزمون رو گذاشتیم چند؟ گذاشتیم 32، درسته؟ 10 تا ایپاک هم زدیم، 60,000 رو تقسیم از 32 بکنیم یه عدد خیلی بزرگ میشه، ضرب در 10 هم بکنیم، یعنی به تعداد اون عددی که ساخته میشه این شیپ های ترکیب های مختلفی از نورال نتورک ساخته شده، یعنی نورون های مختلفی چیز شدن، صفر شدن، بعضیاشون یک موندن. اینجوری نیست که بیاد تشخیص بده بگه کدوم نورون داره خراب کار میکنه، کدوم نورون داره خوب کار میکنه، همه رو به صورت رندوم بعضی ها خاموش میکنه بعضی ها روشن، ولی چون این کار رو به تعداد خیلی بالا انجام میده قاعدتا اون نورونی که ما چیز داشتیم مثلا خیلی تو اول کار خیلی خوب کار کرده اون هم بهش میخوره میتنده. درسته؟ دیگه بریم تو هایپرپارامتر تیونی. آتاچ من توی کار کردن اون یک کلاس پلات که حدود فری پیش برای پلات کردم بود یه ارور گرفتم، ارورای کدی رو بذارید وسط کار بپرسید، اولی ارورای توضیحی و که مفهوم چیه رو الان بگید که هم تو ویدیو بیفته هم هم بگید، چون کدش هست دیگه تو ویدیو هست. جان ما که
اگر یه بار شافل بکنید ولی کار چون ممکنه دیتا سیت به صورت با یه ترتیبی چی بشه باشه بهتر که دیتا سیت یه بار شافل بکنید بعد اینکه شافل کردید اون کار رو سود گیره ریشه بعد از تعداد اندازه اون اره باشه خودش نمیفهمه که مثلا اون با این تعداد ریشه بکنه آره این ریشه که دوم که مثلا یعنی از آخر بالا هرچی هست بگیر یا به جای منفی گیر مثلا بگیر منفی 15 هست با شبه بالا ریشی هم به 15 نمیتونی بگیر ولی عدد مثبت بگیر آه عدد دیگه نه اون چیزی که میگید نمیشه شما یه بار کات بکنید اون مقداری که میخواید بعدش بریزید توی غریبه دیگه بعد میشه اونجوری که مثلا ریشه با واقعیت نداره خودش بیاد یه سری تعداد برداره پیچیده میشه تا باش بازم امروز وقت زیاده من استاد خیلی کم دارم وقت میگید دیتا رو زود میکنیم کل دیتا رو کل دیتا رو یه جا میزیم تو رحمه مشکل تو دیتا سده بزرگ میشه از جنریتور فید جنریتور استفاده کلاس هم فید جنریتور استفاده این سایی موشیه که بایدش برمیخواد مرکب کنه موشیه آره ممکن گفتم اما اولش خدمت رو گفتم احتمالاً رحم شما استفاده هم جهانی میگه چون هم پارامیتراش خیلی زیاد میشه ۲۳۰۰۰۰ پارامیتر فیلوت ۳۲ خود خودش ۸ میگیره هم همه ۶۰۰۰۰ تا ایمیج روش لود شده هم تست ۱۰۰۰۰ تا تست فید جنریتور همون جایی که تو کلاس میزدیم دات فید توی دات فید جنریتور هم استفاده بکنم ولی خب اون سبکی کد زدنش فرق دادن توی این دوره نیزدیش توی دوره بعد نزدیش چون فرمت پیاده سازش فرق دادن اونم از روی هارد دیتا رو میکنه بچ میکنه یعنی به چیز بعد اینکه میگم میدم به یکی از سایت گوگل من نمیدونم در این خدا رو میشه اونجا حتی سامن کرده گوگل کدا کدا رو درم درست گفتم چیز روی پار کردن گوگل کدا یک ریپازیتوری داره که همون گوگل درایو اونجا رو چون چیز رو کنیم گوگل درایو که کلا مثل یه هارد یک کلاف کلافیه از اونجا میتونی دیتا رو بخونی ببری روی رم و جی پی یو که گوگل اختصاص میده جی پی یو خوبی هم اختصاص میده فقط یه بدی داره اینه که هر 12 ساعت یه بار اون رم و جی پی یو که به اختصاص داده یا اون رم جی پی یو که هر جی پی یو خودش یه رم داره که ما بخونیم جی پی یو چیزی رو ران بکنیم دیتا رو باید ببریم جی پی یو روی رم جی پی یو رم این چیز فرق داره رما خودشون خیلی فصل‌تر از رمای معمولی هستن که ما داریم اونا رو هر 12 ساعت یه بار شاددان می‌کنه خالی می‌کنید که شما احیانا کار تجاری نکنید باش فقط ریسرچ کار شما کار کردید؟ نه من خودم چی بیزرم واقعیتش نه در مستم داشتیم ولی احتمالا در دوره بر بچه های بزرش روشی بیرم دارم برم بگیرم چه استفاد ولی میدونم این دوازده ساعتی رو بارو شاددان میکنه خب حالا اینم به بسیاری کارو میشه کردیم مثلا کلاس داری رو هم میکنی حالا یه دیگ رنی داری رو هم میکنه که میدونی بیشتر دوازده ساعت رو میکشه تا اینو تو دست داشته باشه که این رو شاددان بشه مدل رو سیف کن بعد دوباره اون موقعی که شاددان هست گرد برو رو دوباره رو شاددان هست ولی خب اینجور کار این رو نمیشه مثلا کار چیز انجام داده میشه افرادی که ریسرچی هستن میخوان به جی پی دست روز داشته باشن این کار زیاد خوشون دارن بگم من خودم استفاده نکردم یه سری از بچه استفاده کردم بعد چند تا دوستای ما دیگریتا کار میکردن سیستمشون ضعیف بود مثلا با اسپارک و اینا هم برده بودم اونجا مثلا میدن رماش رو قوی تر در سیستم برده بودن بودم کردن به این قضیه دوازده ساعت رو دارم که هر دوازده ساعت رو بارم نه اصلا مهم نیست دیتا دو مدرس شما چی پیوش استفاده کنید دیگه هر کلاس شما سی پی دیگه هم باید یه اینجوری باید دو جایی کنید چی پیوش استفاده کنید راحت فیلی هم هست
این بالانس امروز بررسی. ولی چه تغییراتی که به هر حال مثلا 3700 در مقابل 29000 تا بود. چرا مثلا تغییرات اون کاسمانچنش در حد 1 میلیارد خب چون سیستم هر چیزی بهش میدادی لیبل 1 میداد دیگه، ایگنور کرده بود اصلا ورودی ها رو. وزنا اینجوری آپدیت شده بودن، یاد گرفته بودن که هر چی بهش ورودی بدم لیبل 1 رو به عنوان خروجی بده 90% دقت داره. چه کاری زحمت بکشید. درسته، ولی خب با اینها 10% باید اگه هایپر پارامتر تیونینگ رو خوب انجام بدید الان روش های مقابله با چیز رو میگیم. این بلنس دیتا ستا رو سیکشن بعدی میگم، اونجا سوالتون رو بپرسید مرتبط تر. فرستادم توی تلگرام. بسیار دست نه. اوکی خب هایپر پارامتر تیونینگ رو بریم شروع بکنیم. خب حتی یه سوالی که همه از اول تلگرام پرسیدیم که چجوری هایپر هایپرپارامیتر رو تیون کنیم، این اصلی در مشکلی که دیپ لرنینگ داره همین بحث هایپرپارامیتر تیونینگه. یعنی اگه ما میتونستیم یک الگوریتمی، یک روش روباستی پیدا بکنیم که هایپرپارامیتر تیونینگ رو انجام بده، قاعدتا همون رو ایمپلیمنت میکردن تو کلاس، به ما میگفتن که فقط دیتا ستتون رو بده، بعد اون خودش مثلا هایپرپارامیتر رو تیون میکرد و ریزالت رو میداد به ما. اگه راهی راهکاری اتوماتیکی بود که این کار رو انجام بده، خب میومدن ایمپلیمنتش میکردن ما رو استفاده میکردن. عملا همچین راهی وجود نداره، یا حداقل فعلا بهش نرسیدن. راههایی وجود داره که جلوتر بهش برمیخوریم، ولی کاستشون فوق العاده بالاست. خب حالا میخوام ببینیم که چجوری هایپر پارامتر تیونینگ رو باید انجام بدیم و توی این مسیر به چه چیزی نیاز داریم. خب بچه ما تا الان با چند تا دیتا ست کار کردیم، این دیتا رو به چند تیپ تقسیم کردیم. یه دیتا تیپ تقسیم کردیم، یه دیتا ترین، یه دیتا تست. دلیلش چی بود؟ اون این رو خواهم کنم یکم خواسته چرا نه روشن باشه بهتر خوبه اینجور بهتر من کلن نوریم. خب چرا ترین تست میکردیم؟ نگفتم آقا چرا ترین و تست میکرد؟ فقط ترین میکردن که میکرده رو آپدیت کنیم. آپدیت کنیم آپدیت کنیم آپدیت کنیم تست هم ریت کرده بودیم با هم میرفت اونجا داریم. خب دیگه مناقشه روی فاکتور پارامتر نداشت. اوکی خب میگم چرا خود ترین رو تست استفاده میکرد؟ چرا روی همون شرینه تست میکرد؟ خب بس همه تون تقریبا میدونید موضوع چیه، من فقط یه کوچولو توضیح بیشتر میدونم. خب بچه ما دیتا ست همون اینجوری بود که ترین، یه ترین ست داشتیم که با این ترینه میومدیم چیا رو لرن میکردیم؟ پارامیترها رو لرن میکردیم. پارامیترها از جمله چی بودن توی دیپ لرنینگ؟ اینو فکر کنم 10 بار 20 بار پرسیدم. بابا با اعتماد بگید درست دارید میگید. چرا ویتا بودن با بایاسا؟ اینا پارامیترهای یک مدل هستن که تو دیپ لرنینگ هم ویت و بایاس بودن که ما با استفاده از دیتا ست ترین میومدیم اینا رو لرن میکردیم. یه دیتا ست دیگه داشتیم تست بود. چرا تست استفاده میکنیم؟ همونطور که تقریبا همتون گفتید من اگه بیام با ترین یادگیری رو انجام بدم بعد دوباره بیام روی ترین دقت یا اکیوریسی یا هر کدوم از اون متریکایی که میخوام رو بگیرم یه مشکل پیش میاد. مشکل اینه که سیستم من بایاس داره نسبت به این ترینه. چرا؟ چون با استفاده از همین دیتا ست اومده یاد گرفته پارامیتر رو. اوکی و من با استفاده از این دیتا ست مثلا تعداد روی این دیتا ست بایاس داره و قاعدتا من اگه بخوام جنرالیزیشن رو به یه سبکی بسنجن نمیتونم روی این بسنجن چون روی همین ترین کردم. به خاطر همین ما وقتی داریم کار میکنیم میایم یه تیکه دیتا ستمون رو جدا میکنیم، یه دیتا ست تست رو جدا میکنیم میذاریمش کنار که به هیچ وجه از این دیتا ست تست توی ترین استفاده
نمی کنیمش. و آخرش میگه سیستم رو روی این تسته امتحان میکنیم ببینیم که دقتش چه. و بعد هم چه دقت بکنیم وقتی من میگم ترین و تست همیشه باید تو ذهنتون باشه که اینا از یه دیستریبیوشن باید باشن. یعنی مثلا شما دارید ایمیجی فرض بکنید اومدید مثلا یک کلاسیفاید برای روی سگ‌های ایرانی بعد تستتون رو بزنید مثلا روی سگ‌های روسی، یعنی دو تا دیستریبیوشن مختلف، این کار غلطه. این شما مدلتون رو یاد دارید یه چیزی رو پردیکت بکنه بعد دوباره میبینید روی یه چیز کاملا متفاوتی آموزشش بدید. اوکی؟ پس همیشه باید تو ذهنمون باشه که دیتا سل ترین و دیتا سل تست باید از یه دیستریبیوشن باشن. اگر از دو تا دیستریبیوشن مختلف باشن یعنی کلاً کار کردن من مشکل داره. شما اگه میخواید که مدلتون در آینده بتونه همون مثالی که گفتم سگ‌های روسی رو خوب پردیکت بکنه، ترینتون هم باید از همون دیستریبیوشن باشه. درسته؟ پس دیستریبیوشن ترین تستتون باید یکی باشه. قبلا توی ماشین لرنینگ ما دیتا ستامون کم بود میر حجمش، مثلا هزار تا داشتیم، 2000 تا داشتیم. الان که وارد فاز دیپ لرنینگ شدیم دیتا ستامون خب رفته بالا، مثلا 60000 تا داره و همینجور دیتا ستامون همش دارن بزرگ و بزرگتر میشه. یه قاعده کلی داشتیم توی ترین و تست، میگفتم مثلا 25% تست باشه، نمیدونم 75% ترین باشه. وقتی داریم دیپ لرنینگ میزنیم و دیتا ست همون خیلی بزرگه، مثلا 1,000,000 تا دیتا ست دارید، دیگه نمیدید بگید 25% تست 75% ترم. وقتی میگید 25% تست یعنی چقدر توی 1,000,000 تو؟ یعنی 25,000 تا دیتا ستی که لیبل دارم رو من فعلا برای سوپروایز میگم میذارید کنار و ازش هیچ استفاده نمی کنه. خب این اصلا کار افیشنت و جالبی نیست. وقتی دیتا ستتون میره بالا مثلا در حد 1,000,000 مثلا دادگاه اینا میشه، حتی 1% تست هم کافیه. خیلی ها میان 0.1% تست از دیتا ستشون رو با من تست برمیدارم. چرا؟ چون این دیتا هایی که من دارم ویلیوبل هم باید بیارم که ترین پارامیتر ها مترین بکنم. من براشون پول دارم که این دیتا ست هایی که لیبل دادن این اکسپرت ها رفتن زحمت کشیدن روش کار کردن. دیگه منظورم اینه که توی دیپ لرنینگ جدا کردن تست و ترین مثل گذشته نیست که بیاید مثلا بگید اوکی مثل همون روش که توی ایمیل داشتی بگید 25% برمیدارم. نه، وقتی که دیتا ستتون بره بالا قاعدتا این درصدی که برای تست انتخاب میکنید هم میاد پایین. خب سوال؟ خب از تست هم که استفاده میکردیم مدل رو کلن evaluate بکنیم ببینیم چقدر جنرال و این بحث evaluate اشتباه نشد درست نمیشته بودم که اوکی. خب بچه یه مسئله دیگه میمونه هایپر پارامیترها باید چیکار کنیم؟ تا الان جلسه قبل مثلا امنیست و اینجورشیزها رو من هایپر پارامیترها رو میدادم براتون و میذاریم به خودم هم رفته بودم برداشته بودم هایپر پارامیتر تیوی نجرده بودم یا نیست دوباره بحیه شاکرده بودن این دقیقه به اون 25-26 استفاده. خب حالا بعد کنیم میخواییم یک کار جدید انجام بدیم روی دیتا ست جدید که الان دو تا دیتا ست دارید و نمیتونید هایپر پارامیتر ها چجوری برای هایپر پارامیتر رو باید چیکار بکنیم؟ میگن اما تا الان مدل امنیست و مدل دیگه که داشتیم میزدیم و هایپر پارامیتر رو شد داشتیم. یعنی من دادم بهتون یه سری ها قبلا کار کرده بودم به این نتیجه رسیدم بیت بندشی برای این لیر اول و دوم تعداد نورناش خوبه، دو تا لیر داشته باشه خوبه، یعنی چند نفر اومدن اینا رو پرومپتش تیم کرد. حالا که ما دیتا ست جدید داریم خودمون با این دیتا ست ها چیکار بکنیم؟ از پرومپتر رو چجوری به دست بیاریم؟ اسم 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 خب روی بودون دیتا ست باید آزمون خطا بکنم روی ترین با ترین که من دارم پارامیتر رو آفده دیتا کنم یعنی سه تا دیتا ست داشته باشه. خب تست از تست چرا دست کنم؟ خب تست باید حتما دست نخورده کنم. پس شما میگید که دیتا ست باید جدا بکنم که روی هایپر پارامیتر رو چیکار چطوری این کار رو بکنم؟ همونجوری که تست رو کردیم نه جدا کردنش نمیدید چی کسی این هایپر پارامیتر رو چجوری تیم بکنم؟
همون آزمون خطایی که خانم رضایی گفت یه چی بازه؟ دانا شنفتر دیتابیس شنفتر کل دیتست همون اما که میکنم اونجا میدونست اکس دیتست همون میدونستیم الان حد سر میکردیم سه پنجاب شیش هستن داده مطلبیس خب تو پروژیک شما میدادی؟ نه واقعا حد سر داده این میاد چی تو کنم؟ میذارم این اصلا نیمیشه اعتبار کنم بیان اگه اولش کنه اگه یک روش و الگوریتم روباس مستحکمی باشه که من این چیزایی که شما میفرمایید بدم بهش و همون بتونه یه حرکت جانانه‌ای بزنه اینو ایمپلمنت میکردم دیگه فقط هر دفعه با هر بیمسه خب دیگه من هم یه الگوریتم باشه که ببین اون صفا هست شما متناسب با تجربه که داری به مرور که پیشرفت میکنی مثلا اریای شما مثلا فرض کنیم ایمیج رو که روی ایمیج رو کار کنیم به مرور زمان روی ایمیج معماری های مختلف رو پیاده میکنی یه دیتاست جدید ببینیم یه که آها اون معماری که مثلا روی اون دیتاست داده بودن به نظرم ببینیم کنیم روی ایمیج این خیلی کار چیزیه خیلی کار روتینیه روی توی سی ان ان که دوره بعدی این خیلی کار روتینیه همه میان این کارو میکنن یعنی میگیرن میبینن که دیتاستشون شبیه کدوم دیتاست اون معماری رو میاد ولی نه عملا باید این آزمون رو خطا رو داشته باشه خب بچه دوستتون گفت تستر که کلا نباید بهش دست بزنیم چون اگه بهش دست بزنیم اون دوباره اینم بایاس داره این تستر بس باید بمونه ترین هم که استفاده میکنم پارامترام رو لرن میکنم یه دیتا ست جدید به سیستم اضافه میکنم نیم یه لحظه صفحه سیاه شد بر شما سیاه شد یه دیتا ست دیگه که اضافه میکنیم ولیدیشن ست با ولیدیشن ست عملا میایم هایپر پارامتر ها رو لرن میکنیم یعنی ما چون برای اینکه هایپر پارامیتر رو داشته باشیم من باید یه سبک لرنینگ داشته باشیم دیگه خب خب با استفاده از ویدیشن ست پس میام هایپر پارامیتر رو لرنینگ پس الان ما متوجه شدیم که ست تا دیتا ست که جدا میکنیم اول کار هر کدوم میشه در خب اینجا سوال داشتید اگه یادتون باشه تو ارلی استاپ هم که داشتم چیزشو نشون میدادم گفتم این تستد نیست و از ولیدیشن استفاده میکنن تستد استفاده میکنن برای که مشخص بشه قاعدتا یه سری کدها و اینا هست که میان با تستد این کارو میکنن ولی تستشون واقعا این بایاس داری جنرال نمیشه روی علت که روی تستد به دست میارن اعتماد بهشون بایاس داری ازش استفاده کرده بودن که انتخاب گفته هست خب اینجا سوال اوکی میریم بعدی خب یه سری روش‌های اتوماتیکی هست که باش هایپر پارامتر تیونینگ میکنن مثل تیم مثل اِوولوشنری الگوریتم چند نفر آشنان با الگوریتم تکاملی مثل قبلی ما اول پس پارامترامون ترین بعد اِوولوشن میکنیم یا تست میکنیم بعد اِوولوشن نه دیگه ما ممنون که گفتید من متناسب با سبک که توی کلاس گفته بودم این سفاره گذاشتم ما اول با ترین میایم پارامترام رو ترین میکنیم روی ولیدیشن ست دقت رو میگیریم دقت که میگم هر نوع متریکیه که شما برای کارتون استفاده میکنید معیاری که دارید روی ولیدیشن پیاده میکنید ببینید چه دقت یا اکیوریسی بهتون میده اینجا میفهمید که هایپر پارامتر خوبه یا نه دوباره اگه خوب نبود هایپر پارامتر عوض میکنیم روی ترین میکنیم میاد روی ولیدیشن هایپر پارامتر دقت رو میبینید که ببینید این هایپر پارامتر رو خوب کار کردن یا نه این روند اونقدر تکرار میشه که شما توی ولیدیشن به یه چیز خوبی برسید آخرش هم میاد مدل روی تست میکنید و این دقت تستتون اوکی اگه شما اومدید دیدید تستتون کمه و هایپر پارامتر رو تغییر دادید که دقتتون رو بره بالا این بایاس داره اوکی یعنی شما هایپر پارامتر رو بر اساس دقت این تنظیم می‌کنید و فقط تست رو گزارش می‌دید یعنی بیاید ببینید که او من تو تست دقتم پایینه بعد مدل رو عوض بکنید که دقت تست بره بالا این دیگه دقت تستتون بایاس داره چون ازش استفاده کردید که هایپر پارامتر رو عوض بکنید یعنی فقط تست رو گزارش می‌دید دست نمی‌زنید بعد اینکه تست گرفتید دیگه دست نمی‌زنید البته می‌تونید تست رو بگیرید بعد ببینید کلا سیستم مشکل داره پایه بیاید هایپر پارامتر رو عوض کنید ممکنه جان هر بار که تیونینگ انجام میده کل ایتریشن
هایپر پارامتر با مشکل هایپر پارامتر تیونینگ هم دیگه الان ببخشید بگم مثلا دوستانی که کارهای حرفه‌ای میکنن مثلا من وقتی بچه صحبت میکردم یه کار ایمیج سخت داشتن انجام میدادم مثلا 4 تا جی پی رو اصلا کرده بودم و یعنی میذارن ترین میشه سه روز بعد میان هایپر پارامتر رو دقت رو رو بعدش نگاه میکنن هایپر پارامتر رو عوض میکنن میرن سه روز بعد دیگه میان پرابلم دیگه یعنی برای هر بله بله میگم اگه یه الگوریتمی بود که برای هر پرابلمی اوکی بود یعنی من بهش میگفتم نه پرابلم هم اینه اون هایپر پارامتر رو به من میداد دیگه اصلا این داستان رو نداشتیم که جان یه ترین جدا بکنیم باشه دوباره بایاس داره من دو تا چیز مختلف رو میخوام لرن بکنم یکی پارامتر رو میخوام لرن بکنم یکی هایپر پارامتر رو بعد یه دیتا ست بردارم البته توی ماشین لرنی مثلا کافولد و اینا داریم که خود ولیدیشن توی چیز هم استفاده میشه توی ترین هم استفاده هر دفعه یکی از دیتا ست ها رو برداره برای ولیدیشن دیگه من اون بخش ها رو نگفتم چون توی دیپ لرنی دیتا ست خیلی زیاده دیگه از اون ولیدیشن استفاده نمیشه ولی ولیدیشن باید جدا باشن بریم استادی بعد روش‌های اتوماتیکی هست مثل روش‌های تکاملی ریکورسیون لرنینگ و ریکورسیون پروسسینگ تکاملی‌ها رو چند نفر گفتید من داشتم فقط این دو تا بزرگوار می‌دونم ریکورسیون لرنینگ چند نفر بچه ها ببینید اینا این یه الگوریتمیه جیره جنتیک الگوریتم شنیدید؟ الگوریتم جنتیک اما منظور ما همین ما میایم به الگوریتم ژنتیک هایپر پارامترهای سیستم هم رو میدم به الگوریتم ژنتیک میشه اون فیچرهای الگوریتم باشه اگه نمیدونید مهم نیست ما از این نمیتونیم استفاده کنیم اولا هم خیلی اگه کسی از این استفاده نمیکنه چون فوق العاده کامپیوتیشنشون بالاست خیلی زیاد میان هایپر پارامترها رو به عنوان جین‌های ژن‌های کروموزوم میدن بعد این کروموزوم‌ها این سیستم ژنتیکی سعی می‌کنه به مرور زمان اون هایپر پارامترهای انتخاب بکنه که بهترین جواب رو روی چیز داشته باشه روی ولیدیشن ست داشته باشه که عملاً اگه مثلا من یه دونه جی‌ای داشته باشم که 20 تا پاپولیشن سایزش باشه و بخوام 20 بار اینو ران بکنم 20 در 20 میشه 400 یعنی 400 بار باید نورال نتورکمو ران بکنم این 20 خیلی چیز کم گفتم این فوق العاده حجم زیاده داره رینفورسمنت لرنینگ هم یه چیزی مثل همون جیره فوق العاده کلا این سه تا روش اتوماتیکی برای ترنینگ کردن هایپر پارامترها هستن ولی خب خیلی کامپیوتیشن پاورشون خیلی بالاست فعلا ما تو حد نیستیم که بتونیم از این استفاده حالا ما میخواهیم به حسب مثال هایپر پارامتر تیونینگ کجا بفهمیم که بسته درسته شما مثلا یه دقتی به دست میارید 80% از کجا بفهمیم که این دقت خوبیه باید بیشتر هایپر پارامتر تیونینگ بکنید یا این همون چیزی بود که میخواهید این بهترین حالتیه که داشتید یا اصلا هایپر پارامتر تیونینگتون غلط بوده یه مسئله که باش داریم که شما الان مثلا بهتون مسئله بدم یکی تو ممکنه 70% دقت بیا یکی تو 80% یکی مثلا 73 بعد از کجا باید بفهمید که این اتفاق افتاد یه بحثی که هست میگن وقتی میخواید دیپ لرنینگ رو انجام بدید و بدید سمت هایپر پارامتر تیونینگ باید یه بیسلاین داشته باشید بیسلاین برای اینکه بیسلاین داشته باشیم روش‌های مختلفی که استفاده میشه میان چیکار میکنن میان یکی از روش‌های قدیمی که داشتیم روش‌های امری که داشتیم برمیدارن روی اون کار دیپ لرنینگ میخواد انجام بدیم پیاده سازیش میکنن خوبی روش‌های قدیمی چیه خوبی روش‌های قدیمی اینه که عمدتاً روباست‌تر از دیپ لرنینگه دیپ لرنینگ فوق العاده به هایپر پارامتر تیونینگ حساسه ولی مثلا یه روشی مثل رندوم فارست شما هایپر پارامترهاشو بعد هم تیون بکنید چه تقریبا که دو سه تا هایپر پارامتر نداره همون رو هم خراب تیون بکنید این به هر حال یه جواب خوبی میرسه
پس میان چیکار بکنیم؟ میان وقتی شما میخواید دیپ لرنینگ انجام بدید، یکی از روش‌های قدیمی که داشتیم رو بردارید روی دیتا ستتون پیاده بکنید. چرا این کارو بکنید؟ چون تیون کردن هایپر پارامتر روش قدیمی خیلی ساده است و شما یه بار میزنید راه میشه یه دقتی. این میشه بیسلاین شما. اگه نورال نتورکتون کمتر از این باشه یعنی داغونه. چون من روش ما فرض کردیم که دیپ لرنینگ چیکار می‌کنه، می‌تونه بعد از این روش‌های قدیمی دقتش بیشتر باشه. پس وقتی که هایپر پارامتر تیونینگ رو شروع می‌کنیم اول باید یه بیسلاین داشته باشیم. یکی بیسلاین خیلی خوبی که داریم رندوم فارسته. چرا؟ چون یه مدلیه که در چند تا دیسیژن تری رو میاد با هم دیگه ترکیب می‌کنه و به و تجمیع از تجمیع اینا استفاده می‌کنه. البته من برای کلاسیفیکیشن می‌کنم. اوکی. از این استفاده می‌کنم به بیسلاین می‌رسم. حالا تو خود دیتا ست های این بالانس هم برید شما ببینید بهترین یکی از بهترین الگوریتم‌هایی که دیتا ست این بالانس جواب میده رندوم فارست. یعنی اگه دیتا ست این بالانس داشته باشید رندوم فارست بیسلاین فوق‌العاده است. پس الان دو تا سناریو شد. شما یه دیتا ست این بالانس دارید، یه دیتا ست جدید دارید که من بهتون دادم. اوکی. تو هر دو تا اونو باید رندوم فارست رو بزنید. هر دو تا اونو باید رندوم فارست رو بزنید تا ببینید که به چه بیسلاینی برسید. بعد از اون شروع بکنید که هایپر پارامتراتون رو تیون بکنید. چون شما باید بدونید که باید از چی رد بشید. مینیمم مقدار رو باید داشته باشن. بخاطر همین ما میایم یه بیسلاین ست. حالا بیسلاین حتما نیاز نیست رندوم فارست باشه، شما میتونید اسکیم پشت فلان باشه. ولی رندوم فارست یکی از روسترین الگوریتم هاست که تیون کردن هایپر پارامتراش هم فوق‌العاده ساده است. جان. طبیعتاً اینا خودشون عرض کردم بله دارم. خب از کجا معلوم اون چیزی که از این به عنوان بیسلاین به دست میاریم صحت داره؟ آره همونجوری خدمت عرض کردم گفتم این الگوریتم رندوم فارست خیلی روباسته. اگه شما حتی خراب هم بکنید هایپر پارامتر هاش رو باز به جواب خیلی خوبی میرسید. ولی توی نورال نتورک خب مثلا شما به جای اینکه 3 تا لایه استفاده بکنید 2 تا لایه استفاده بکنید کل سیستم میپاشه. ولی این اینجوری نیست. مثلا اینجا قرار باشه مثلا تعداد دیسیژن تری رو 200 تا بذاری یا 150 تا بذاری همچین خیلی جواب بدی نمیده. بله عمق درخت منظورم نیست تعداد درختایی که تو رندوم فارست هست. رندوم فارست میدونی چیه بچه ها؟ اون دوستانی که میدونن اینجوری بشن رندوم فارست یک چه نمیپرسید خب من یه دست بگرم آره رندوم فارست هم بگید چه رندوم فارست یه الگوریتمه. ما فعلا کلاسیفیکیشنش رو فرض کنیم یه الگوریتم کلاس بندیه که توی ماشین لرنینگ هست، توی ساکیت لرن هم هست، استفاده ازش فوق‌العاده ساده است. خنده ما میایم دیتامون رو بهش میدیم، ایشون کلاسیفیکیشن رو برای ما انجام میده و باز هم تکرار میکنم. رندوم فارست یکی از دلایلی که رندوم فارست انتخاب میشه به این دلیله که نسبت به هایپر پارامترها حساس نیست، خیلی کم حساسه. پس من وقت زیادی قرار نیست صرف این بکنم که توی رندوم فارست به جواب خوبی برسم. قبوله؟ یعنی قرار نیست وقت زیادی صرف کنم. این رو ترین میکنم رندوم فارست رو و اون متریکی که داشتم رو مقدارش رو به دست میارم. مثلا شما دارید دیتا ست امبالانس استفاده میکنید، متریکی که به نظرتون باید استفاده کنید چیه؟ در همیش گفتم F1 score دیگه، F1 score precision recall رو حتی دو مثلا F1 score خوبه area under خوبه، از این متریکا میتونیم استفاده بکنم. میان اون متریک رو برای decision tree میزنیم، ببینیم decision tree چه دقتی بده. اینجوری فکر کنیم دوست داریم نمیدن decision tree چیه، فکر کنیم decision tree یه deep learning ضعیفه، یه مدله مثل deep learning ضعیفتره. من به این دیتا هام رو میدم. چرا به این میدن؟ چون قرار نیست هایپر پارامتر تیونینگ بکنم، یه بار ازش استفاده میکنم یه دقت به من میده، مثلا با هم اکیوریسی پیش بره، مثلا میگه 80% اکیوریسی. اوکی شما حالا اومدید دیپ لرنینگ زدی دقتت شده 70%، یعنی هایپر پارامتر تیونینگ تو دیپ لرنینگ اشتباه بوده دیگه. چرا؟ چون یه مدلی که از من ضعیف داره 80% دقت میده، پس دیپ لرنینگ رو من بد تیون کردم. بچه هم زیافاتوریه که احساس بکنم متوجه نشد جان. خیلی بزرگیه دیگه. خب نمیشه رندوم فارست داد که این چه مشکلی نداره. سعی می‌کنم توری بدید که بتونه انجام بده. یعنی همش همیشه بده. نه، همش رو می‌دیم. روش‌ها مختلفه. خب ما دیتا رو می‌گیم استفاده می‌کنم برای اینکه داره از این حجم خیلی بیشتر. من دیتا
زیادتره که دقیقا در حالی از این دیتا از صفحه اسپارک ML چی بودم؟ ماشین لرنینگ لایبرری داره چیز بیگ دیتا لایبرری داره برای رندوم فارست و بحثه که به صورت بیگ دیتا انجام میشه. اما میتونید روی یه بخشی از دیتا سفر بزنید. البته روی بخش از دیتا سفر بزنید. ماهوت اسم میشه. چرا؟ آقا چی ماهوت؟ ماهوت که مرد دیگه. بریم رفت برست شد. ببین بنابراین یه راهی پیدا بکنید. بعد بیسلاین ست کردن که فقط رندوم فارست رید بریم. مثلا ما وقتی داریم روی تصاویر کار میکنیم دیگه نمیه تصویر بدم که به رندوم فارست. مثل اون دیتا ستایی که داریم الان دارم خدمت شما که عددی هم و تعداد فیچرهاشون کمه از این استفاده کنم. مثلا وقتی دارم با ایمیج کار میکنم و میخوام بیسلاین به دست بیارم بهترین بیسلاین به ذهنتون میرسه برای ایمیج چیه؟ سینه که میخوام تیون بکنم SVM یا مثلا MLP معمولی هم میشه؟ چشم آدم انسان خودش میتونه بیاد ببینه به چه دقتی میرسه. تو CNN تو ایمیج ها آمدن میان از انسان استفاده میکنم ببینه انسان ها به چه دقتی میرسه. وقتی مثلا چشم آدم توی یه ایمیج ستی به 99% برسه من اگه دیپلنینگ همون 99 نزدیک بشه میفهمم که واقعا دیپلنینگ خوبی زدم. میگم روش ها خیلی زیاده. ما این اون روشی رو گفتم که امروز میتونیم ازش استفاده کنیم. واقعا من چون یک بار قرار بزنم و یک بیسلاین قرار بسازم من مشکلی ندارم. بس بچه مثلا تیمای دیپ لرنینگ خب اینجوری نیستن که مثلا یه نفر مثل ما باشن پشت سیستم بشینن. 10-20 نفر هم توی یه اتاق 20 تا جی پی یو دارن و هر کس توی یه بخش کار میکنه. خب بعد مثلا اینا بیان یک هفته وقت بذارن که به بیسلاین برسن خیلی خوبه. هیچ مشکلی ندارم اصلا. منظورم این نیست که شما قرار نیست توی یه دقیقه به بیسلاین برسید. مثلا کارهای دیپ لرنینگ از 3 ماه طول میکشه. من خودم مثلا یه پروژه داشتم کار میکردم یه تیم دیگه ای هم داشت کار میکرد. مثلا من حدوداً یه دو هفته کار کردم به یه دقتی رسیدم. من دادم رفت برای مثلا یه شرکتی بود که حدوداً 30 نفر داشتم 3 ماه کار کردم. دقت خیلی خوبی هم برای سوال. مثلا 3 ماه کار کردم روی یه پروژه. اوکی من مثلا بیشتر دو هفته برام مثلا مقدمه رو باید بذارم از کلاس داشتم کلاس میشه دارم استادان داشت این رو بگیرم با ولی اونا یه شرکت هم یه ارگانیزیشن هم پول گذاشتن اصلا هایپرپارامتر تیونینگ زیر یه ما خیلی خیلی مثلا دیتا سیت پایین بوده. پس زیاد اینجوری فرض نکنید که اوکی بیسلاین قراره تو 10 دقیقه به دست بیاره. باید روش فکر بشه بیسلاینی که متناسب با دیتا سیت باشه. مثلا این رندوم فارست برای دیتا ست این بلنس خیلی خوبه چون کلا رندوم فارست دیتا ست این بلنس خوب با کلاسیفیکیشن میکنه. اوکی برای ایمیج هم میگن در چشم آدم استفاده میکنن از سی ان ان های ضعیف تر استفاده میکنن. فقط اینجوری نیست که حتما ما وقتی داریم دیپ لرنینگ رو بیسلاینش رو ست میکنیم حتما حتما از روش قدیمی استفاده بکنیم. سمکاری هست که میان مثلا CNN هایی که ضعیف داره و قبلا به دیتا ست های دیگه خوب جواب داده اون رو به عنوان بیسلاین قرار میدن. تو مقالا ندیدید مثلا میگم من رزنت 20 ضعیف داره بعدش 80 شده حالا اومدم رزنت مثلا 110 زدن از این رد بشه اون رزنت 20 برای که بیسلاین بوده دیگه. درسته؟ یعنی همیشه اینجوری نیست که من بیام از این الگوریتم ماشین لرنینگ استفاده کنم. ما از یه الگوریتمی استفاده میکنیم که بهش مطمئنیم و دقتش رسیده شده. میان تو گذشته میبینن چی بهتر بوده همون بیسلاینی که داشتیم دیگه مثلا رزلت 20 و رزلت 10 اومد رد کرد. درسته؟ یعنی اینجوری نیست که حتما بیان بگن که من باید یک روش غیر دیپ لرنینگ استفاده کنم. چرا ما از روش دیپ لرنینگ همونجوری استفاده کنیم حالا میگم بهترش بوده. ما چون توی این جلسه این اوکیه خب موضوع بیسلاینی گرفتیم در مورد رندوم فارست. خب بریم جلوتر. خب حالا فرض کنید که من بیسلاینم رو دارم. اوکی مثلا میدونم باید به دقت 80% رسیدم به یک دیتا ست. من میخوام با دیپ لرنینگ به یک روش بالاتری برسم. دو نوع نحوه سرچ دارید تو هایپر پارامتر. یک نحوه که دارید گیریدی به ترتیب، یک نحوه که دارید رندوم به ترتیب. اگه خودتون نگاه بکنید که تشخیص مشکل هر کدوم چیه؟ این فضای حالته، فضای حالت هایپرپارامتراتونه. هر کدوم از این داتا یه ترکیب خاص از هایپرپارامترهای مختلفه. اوکی این رندوم داریم چرخه، این داره گریدی میشه دیگه توی یه گرید خیلی ترتمیز.
مشکل می‌بینید تو از کدوم استفاده کنیم بهتره به نظرتون؟ گیرید سریع تر همون نمیرسه بله ولی اون بیشتر زمان میبره. مشکلی که گیری داره اینه که مثلا من تو گیری میام میگم چی؟ میام میگم که مثلا تعداد نورون های هر لایه رو میخوام 10 تا 10 تا زیاد کنم یا مثلا 50 تا 50 تا زیاد کنم یا تعداد لایه های میانی رو میخوام 2 تا 2 تا زیاد کنم، در صورتی که شاید بهتر بود یکی یکی زیاد میکردم که این چیزش بیشتر بشه، دیتیلی که دارم برداشت میکنم بیشتر بشه. اگه دیتیل گیری رو زیاد بکنم یعنی این وسط هم انتخاب کنم این پیک رو میزنم، درسته؟ ولی مشکل اینه که وقتی که من دیتیل گرید رو زیاد میکنم تعداد هایپرپارامترهایی که باید تست بشن خیلی زیاد میشه و حتی ممکنه دیتیل شما زیاد بکنید تا چه که کامپیوتیشن پاورتون اجازه میده، مثلا فرض کنید که جی پی رو یه ما اجاره کردید نمیتونی بیشتر از یه ماه دیگه پول نده، این عادیه ها با من اجاره میکنم. مثلا شما دیتیلتون تا این حد در صورت که یه دیتیل بیشتری میخواستید این مشکلشه، دیتیل رو باید ببرید بالا، تعداد چیزتون تعداد تست هایی که باید انجام بدید بچه این کار رو الان باید انجام بدید برای اگه سوال کرید رو بود. رندوم یه خوبی که داره اینه که میشه با تعداد کمتری به جواب برسید، من تو بخش های مختلف برم انتخاب های مختلف انجام بدم، ولی مشکلش اینه که باید تجربه داشته باشید، یعنی مثلا من تجربه داشته باشم که وقتی این هایپرپارامتر رو گذاشتم خروجی فلان شد، مثلا باید به کدوم سهر به کدوم جهت خودم رو سوق بدم، مثلا وقتی دقت کم شد آیا باید تعداد ایپاک رو ببرم بالا یا تعداد لایه رو عمیق‌تر رو کنم یا بیتسم رو بیشتر رو کنم، این برمیگرده به تجربه. عمدتا میگم وقتی اونقدر اکسپرت نشدی این بهتره، این به هر حال حالات مختلف رو تست می‌کنه، ولی اگه یه فرد اکسپرت شدید میتونید با رندوم هم پیش بگیرید، در حال به خودتون ایمان دارید. شاید مثلا بعد تازه کار باشیم و بیایم شروع بکنیم ممکنه این تیکر رو فقط بگردیم، تازه کار هم دیگه نمیفهمم باید مثلا وقتی فلان خروجی رو به من میده من اصلا شوتم یه جای دیگر رو دارم میگردم، درسته؟ منظور فرقی اینه که اینجا بار مثلا تعداد تعداد لایه‌ها، آره، باید به صورت مجزا هایپرپارامترها رو کم و زیاد بکنم که بفهمم کدوم داره کار. هر دفعه یه المان رو تغییر میگن تازه وقتی که تازه شروع به کار کردیم از این استفاده بکنیم. اینا برای خیلی نام اینجوری مثلا به جواب میرسن، ولی میگن باز احتمال این وجود داره که شما نتونید یه جای دیگه رو بگردید و نتونید پرفکتش رو پیدا کنید. سوال؟ جان. به جواب میرسید، بعضی وقتا مطمئنی که گریدی رو بزنی به هیچ وقت به جواب نرسی، اونجا مثلا وقتی که کل سفر رو سرچ کردی تو گریدی رو جواب نرسیدی حداقل میدونی که مثلا من باید چیکار بکنم، این استفهام رو ریستست بکنم. ولی رندوم یه مشکلی که داره باید واقعا اکسپرت باشی و بتونی جهت رو تشخیص بدی، اونم از روی تجربه و کار کردن زیاد و چک کردن کارهای قبلی رو. ما فعلا عرض کردم اگه بخواید در روش تکاملی استفاده بکنی کامپیوتیشنالش خیلی بالاست. نه جی ای پیاده کردید شما؟ بله. پاپیولیشن سایزتون چند تا بود؟ 100. خب یه ضرب تقسیم تا چند تا ایپاک رانش کردید؟ مثلا 2000 تا. من اصلا میگم 200 تا. 2000 تا نمیگم. 10 تا کنسل. این دو تا رو در هم ضرب بکنیم میشه چقدر؟
میشه 20000. درسته؟ خب ما میدونیم هر وقت بخوام فیتنس یکی از این کروموزوم‌ها حساب بکنم باید یک بار با اون هایپر پارامترایی که اون کروموزوم داره کل نورال نتورکم رو ران بکنم. درسته؟ یعنی شما 20000 بار باید اون نورال نتورکت رو ران بکنی. 20000 بار. خب فرض بکن هر کدوم یه روز طول بکشه. یه روز زیاده، مثلا بگم 6 ساعت، 1 ساعت، 20000 ساعت. خب یکم مشکلاتی که داره تکاملی ها اینه، ولی خیلی خوب جواب بدن تکاملی ها اگه بتونیم ازشون استفاده کنیم. علی 20 تا باید تکرار کنم چرا دیگه؟ خب 200 تا 100 تایی دیگه، هر کروموزوم هر کروموزوم تو هر روز پارامتر اون چه رژه بعد یه چه مثلا انکودش کنی بعد خب در حال شما 100 تا کروموزوم ندارید تو دیگه. خب هر ایتریشن یه کروموزوم میواد. یه کروموزوم فیتنسش رو حساب میکنید یا هر ایتریشن کل کروموزوم پاپولیشن تا فیتنسش رو حساب میکنید؟ یه مثلا شما جی ای رو بس خوب متوجه نشید. چرا دیگه شما یه بار اولش اینیشیال میکنید، همیشه میدونید با بدترینش یا بذارید برم جلو تمرین رو بدم بعد باهاتون صحبت بکنم، چون یه مقدار الان جی ای تون مشکل داره. الان آخه یه لحظه فکر بکنید، شما جی ای رو خوب متوجه نشدید. شما وقتی که کراس اوور میزنید خب دو تا سلکشن انجام میدید، این کروموزوم عوض میشه یا نه؟ عوض میشه. بعد از کجا باید بفهمید این بهترین کروموزومه؟ باید فیتنسش بدترین. از کجا میفهمید که این کروموزوم جدید فیتنسش چنده؟ مهندس شما 100 تا کروموزوم رو با هم دیگه ترکیب میکنی، 100 تا کروموزوم جدید میسازی، قبوله؟ از کجا میفهمی این جدید و فیتنسشون چنده؟ ببینید شما این 100 تا کروموزوم مثلا پرکسلیشن دوتا رو انتخاب میکنی کراسومر میکنه با هم، یعنی شما تو هر ایتریشن دوتا رو فقط انتخاب میکنی پرکسلیشن مثلا کراسومر آخه بستگی داره چه نوع کلاس آوری بذارید آخه الان کلاس تکاملی نیست. خب بعدش با هم صحبت میکنم. خب بچه ها اینجا سوالی دارید؟ دوستان کدوم؟ آه اینو همینجوری گذاشتیم خواهم همینجوری گذاشتیم من نذاشتم، اینو کسی که داشته اینو میذاشته به صورت دیفالت گذاشته که میگه شما اگه فیگوسی مثلا از اینجا هم شروع بکنی دیگه نمیدن اینجا میره بالا بالا، بعد که وقتی میرسی به جواب میرسی نزدیک میشه بگیر، ولی کلیسر چیزی نداره که به جهت بده، فقط به صورت دیفالت از اینجا هم شروع بکنی، ممکن حتی از اینجا شروع بکنی، ولی خب هیچ جهتی نداره به کمک بکنه. خب